سلام به همه موزیکوزای خفن، چطور متوین؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. آقا خیلی بریم سراغ دومین ترک از اولین آلبوم آرمین زارعی داخل پرانتز توی اف ام به نام تور کنسرتام. یه نکته جالبی که توی این آلبوم برای من شخص خود آرمین داره جلب توجه میکنه اینه که آلبوم خیلی کاستومایز کرده، یعنی خیلی شخصی سازی شده که اینو ما قبلا توی پاپ خیلی 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 کمتر دیدیم. یعنی بیشتر این عنصر میطلبه که مال جامعه رپی باشه که مثلا بیان در مورد زندگی شخصی خودشون ترانه بنویسن و آهنگ بسازن و حالا این کار رو آرمین کرده. مثلا اکثر آهنگای پاپ دقت بکنیم یه جوریه که هر کسی که میشنوه بتونه همزاد پنداری بکنه باهاش، درسته؟ یعنی مثلا تو خودت جای اون خواننده بذاری بگی اه من که این حرفا رو به این آرتیست گفتم، به این خواننده گفتم که داره مو به مو از دل من میگه. ولی حالا حداقل با توجه به اسم آهنگا و اسم آلبوم یه جوریه که مثلا این آهنگ، این پکیج برای هنرمند تعریف شده، اون هنرمند داره از دل خودش می نویسه، که این دل نوشتهه توی پاپ خیلی سابقش کم تره نسبت به رپ که کلا از روی دل نوشته میاد و هیچ محدودیتی نداره. بریم سراغش. ترک هم نسبتاً تایمش بالا، 3:43. تور کنسرت هم اولیش طرفدارمه، دومیش تور کنسرت هم، سومیش فکر میکنم پایتم، چهارمیش سرگرمی. اسم چهارتا ترک آرمینه که امیدوارم عید کنسرت آرمینه داشته باشیم یا دیگه نهایتاً آرمین. فکر میکنم تا جایی که یادم میاد اردیبهشتی بود، منم اردیبهشتی هم، یعنی میشه اردیبهشت بشه و کنسرت آرمین باشه و خود شخص هم منو دعوت کنه. بریم بشنویم بریم چجوریه، چون خیلی از آرتیستا مثلا من الان فکر میکنم یا اتفاقی بوده یا خودشون خواستن، این بوده که اولین آلبوم یا کنسرتشون توی ماه یا روز تولدشون بوده و این منظرم خیلی جذابتر میکنه ماجرا رو. برو تور کنسرت هم آرمین زارعی، زمستون 1401، اولین آلبوم کوتاه رسمی بعد از 10-15 سال سابقه، اولین آلبوم. تو عکس و من پسشه دیدم دلم گیره تو نمیتونم چشم از بردار خوشگه فلکه هرکی بخواد با من تو دوره تو به پلکه بخوردیم به هم یه گرکه ترکیممون یکه یکه تو تکرد شب 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 شمبه تا پنج شمبه شب میریم با هم تور کنسرتان دونه دونه شب 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 فرم از همیشه آدم با تو مگه بد میشه تا میری دلم تنگ میشه پیشت میمونم هرچی من همونم همیشه بیا این قد میشه میدونی که من نه جایی با میدم نه حواسم بد میشه با تو عاشق فرم از همیشه آدم با تو مگه بد میشه تا میری دلم تنگ میشه پیشت میمونم هرچیشه من همونم همیشه بیا این قد میشه میدونی که من نه جایی با میدم نه حواسم بد میشه چیه؟ چرا اخمات تو همه؟ چرا تو روخی؟ خیلی این آلبومش به آرمین قبل از مجوز بیشتر نزدیکه تا بعد از مجوز. مثلا این چند تا ترکی که منتشر شدن بعد از مجوز گرفتنش شاید یه خورده به آرمبی بیشتر نزدیک باشه، به پاپ بیشتر نزدیک باشه، اما تو این آلبوم ما داریم یه به معنای واقعی رپر رو میبینیم. مثلا خبری از اون آرتیست پاپ استار نیست، اصلا آر ام بی نمیخونه عملا. بریم. بیا این قد میشه میدونی که من نه جایی با میدم نه حواسم پرد میشه چیه؟ چرا اخمات تو همه؟ چرا تو روخی؟ نمیدونی برام چقدر شیرینه حتی اخلاقای تو مخیط با تو از هیچی ندارم خوف 24 ساعتی میرو تکارم گفت اگه یه موقع به گیره لکی میدم میخوام از پس سرس تو درارم خوزشتی چی تو رو بگم بدونی توی توفسی تو دلورای شیطونی دلم با حاد یه جاده میخوا
فاتوره از هواشیو بمونی، نوبتی برونی، ما هنگامو دوتایی بخونی، من کنارت خوابم ببرم و چشفا کنم بیرم فرونی. با تو عاشق ترم از همیشه آدم، با تو مگه بد میشه، سامیری دلم تنگیشه، پیشت میمونم هرچیشه، من همونم همیشه، بیا این قد میشه، میدونی که من نه جایی با میدم، نه حواسم بد میشه. با تو عاشق ترم از همیشه آدم، با تو مگه بد میشه، سامیری دلم تنگیشه، پیشت میمونم هرچیشه، من همونم همیشه، بیا این قد میشه، میدونی که من نه جایی با میدم، نه حواسم بد میشه. اینکه بینش اصلا اوورتور هم نذاشته و یه تک داره میخونه خیلی جالبه، که مثلا یه تک ترک با تایم 3 دقیقه و 40 ثانیه قریب به 4 دقیقه کلشو داره اجرا میکنه و اینم باز از اون سبک مثلا پاپی که ما میشناسیم خیلی پا رو فراتر گذاشته. مثلا جالبه من نجایی با میدم، نواسم بد میشه، تو خدا را صورت نفس یار آیشه، نمیذارم کسی بد بیه، ابرو بالا چشه، تو هر روز دل منو میپاپی، با تو تکمی همه چی کافی، نمیدونی چقدر خوشگل تر میشه وقتی مویه بوره تو میپاپی. با تو عاشق ترم از همیشه آدم، با تو مگه بد میشه، تا میری دلم سنگ میشه، پیشت میمونم هرچیشه، من همونم همیشه، بیا این قد میشه، میدونی که من نه جایی با میدم، نه حواسم بد میشه. با تو عاشق ترم از همیشه آدم، خودش ساره تکرار میشه زیاد نسبتا، اینکه طولانی هم هست، من همونم همیشه، بیا این قد میشه، میدونی که من نه جایی با میدم، نه حواسم بد میشه. تو AFM یه نکته دیگه ای هم که حالا شاید خیلی بهش توجه نشده به نظر من اینه که خیلی از آرتیستا به اسم فامیلیشون خیلی بیشتر شهرت دارن تا اسم کوچیکشون، مثل مثلا چاوشی، مثل یگانه، مثل مثلا کی بگم، خیلی های دیگه، خواجه امیری و غیره، مثلا زند وکیلی، اینا به اسم فامیلشون خیلی بیشتر شهرت دارن، یا مثلا قمیشی حتی، و یه سری دیگه به اسم کوچیکشون، مثلا زاندیار، سیروان، چه میدونم ارشیاس و خیلی های دیگه باز ابی. و الان آرمین زارعی بیشتر قبلا خیلی داشت مطرحش میکرد وقتی که تازه مجوز گرفته بود و الان داره روی آرمینه بیشتر فوکوس میکنه و حتی روی پوستر این آلبومم، کاور آلبومم، صرفا نوشته آرمین، دیگه خبری از آرمین زارعی نیست و توی تایتل یوتیوبش هم نوشته آرمین زارعی. اسم این بلبلکا رو من نمیدونم چیه، تو ای اف ام، یعنی از تو ای اف ام دوباره داره میارتش توی اسمش، خب که یاداوری بشه که آقا من همون آرمینم. خب و این آلبوم هم حالا تا اینجا دو تا از سرکاش شنیدیم، سبک کلن سبک تو ای اف امیه، نه آرمین زارعی، و به نظرم خیلی باید منتظر ترکای عجیب تری از آرمین باشیم که به سبک قبلیش بیشتر بخوره. خیلی ریز داره این مجاز بودنه رو با هوشمندی کامل به نظرم داره دور میزنه و دمش هم گرم. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین. و یه نکته دیگه ای که میخواستم بگم این که حالا کسایی که دوست دارن این آلبوم رو به صورت یک جا هم داشته باشن، فکر میکنم امکانش فراهم باشه که آلبوم کامل تور کنسرت ها رو به صورت قاب داشته باشین، یعنی شما این کد کیو آر رو که اسکن بکنید مستقیم کل آلبوم براتون پلی بشه، جای اینکه یه ترک پلی بشه، و اونم میتونید روش حساب بکنید، از راوی میتونید اطلاعاتش رو بگیرین. گفتم که کاورم قابلیت شخصی سازی داره،
و حالا اتفاقای دیگه که خودتون میدونید، اگه بدین توی چنل تلگرام راوی احتمالا بهتر متوجه میشین، بهتر و بیشتر. و همین، حرفی دیگه نمونه جز این که دو تا ترک دیگه مونده، اونا رو میشنویم و در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم که تور کنسرت های آرمین رو خیلی زود داشته باشیم. قربان شما مستر. تک.